سلام عزیز. سلام. خیلی خوش اومدی توهی جان. متشکرم. سلام سلام به شما. از عید تا الان ندیدمت. بله، از عید دو سال پیش بود، درسته؟ یا عید پارسال؟ نه، عید پارسال بود. اما از عید پارسال تا الان هم خوشتیپ‌تر شدی، هم لاغر شدی. شما هم همینطور خوشتیپ‌تر شدی. قربانت برم، شما هم که تغییر نمی‌کنی. ماشاءالله 30 سال ایشون همینجوری. بله، این در کنار من نشستن به این دلیل. اما یه پیکسل این بر من. هر جا که میریم صحبت از توهیه. مرسی شما. یعنی اینستاگرام باز می‌کنیم توهیه، تلویزیون باز می‌کنیم توهیه. هر جا که میریم بین جوان‌ها، محسن‌ها، میدل‌جا همه راجع به توهی صحبت می‌کنن. چیکار کردی که همه جا صحبت از توئه؟ انرژی مثبت. این اول از همه است، ولی بقیه‌اش خودش انگو. میگه من اگه نخورده مستم به دلیل نیمه پر لیوانه. این خیلی مهمه که انرژی مثبت آدم ببینه و روش خب تمرکز کنه و یه لطفیه که واقعا حالا هم مردم دارن هم شما دارید و من فقط دارم سعی میکنم بهترین خودم رو برای مردم بذارم، چه از لحاظ هنری باشه چه از لحاظ شخصی و خانوادگی و رفاقت باشه، بهترین خودم باشم دیگه. تمام تلاشم رو میکنم، خدا رو شکر تا الانم موفق. خدا رو شکر بر نه. خیلی راه مونده تو ذهنم ولی خب فعلا خب راه رو خیلی خوب داری میری، همینجوری خیلی با سرعت داری میری. خب خدا رو شکر امروز به خاطر تنگسگیوین در کنار هم دیگه هستیم، اما خب میدونیم که برنامه های بسیار زیادی جلو پات داری و خوشحالیم بعد از دو سال سکوت و خوشحالیم که ما هم در کنار شما هستیم. آره خب واقعا خیلی سخت. خیلی من خیلی خوشحالم که دوباره برنامه گفته این بار امپرور انترتینمنت گفته تو لاس وگاس زمین جارو نکنم، میخوام خاک صحنه باشه، شاهمایی صحنه. مثلا چیکار می‌کردی این دو سال؟ دو سال بیشتر آهنگ می‌ساختم، شعر می‌نوشتم، یه آلبوم اوکی کردم که داره به زودی دیگه تقریبا میاد، اسمش سوپر استار. جدا؟ اولین نفرم در مورد خودته. بله آلبوم خودمه. نه در مورد خودت. تتوش هم اینجا زدیم ستاره رو. اگه میخواید بگیرید. نشو بده، قشنگشون بده پس. چجوری کدوم دوربین نشون؟ همینجا. بله. بعد حالا تتو زیاد داره. یه نمرو دست داری. اینم به تنکسگیوین میخوره. خدایا مرسی روزشو گذاریه. بله. اسم آهنگم هم هست. خدایا مرسی از این برم تویی. بعد آره توی این مدت خیلی آهنگ نوشتم، یه آلبوم ایرانی بود یه آلبوم اینترنشنال اوکی کردم که با هم با یه سری آهنگسازهای مختلف جهانی مثل اسکاد استوچ، بنتو و چند تا از دوستای خوبم ترینتی و بیشتر کسایی هم که تو مارکت اینترنشنال کار میکنن با اونها یه آلبوم اوکی کردم که دیگه همجوری دوتا آلبوم رو همزمان داشتم میبردم جلو. کنارش هم NFT و انیمیشن و یه سری چیزای اینجوری انجام دادم که NFT هم انجام دادم. بله بله، با آنتونی تو دیسکو یکی از بزرگترین طراحی‌های گرافیک انیمیشن دنیا رو انجام دادم که تقریبا 24-5 میلیون دلار فقط تو یه ماه با آدمای مختلف مثل سیویوکی و اینا به فروش رسوند. با اون یه NFT کار کردم که 3 تا مجموعه بوده و بیشتر در مورد چاکرا و چیزای عرفانی توی قسمت انیمیشن بوده که خیلی جاش خالی بود. برای من یکی توی مدیتیشن بود و یکی آیان یو که اسم یکی از آهنگای انگلیسیمه که چشم سه بود و اترنال لاف که برای خانوم ها و بانوان و مادران. این سه تا انیمیشن رو توی مزایده گذاشتیم که فکر کنم 107,000 دلار یا همچین چیزی به فروش رسید. باری کرده. پیج خود NFT هم اینو کار کردیم که تقریبا اول ایرانی بودیم که با خود سایت NFT حالا جالبه بخاطر اینکه داشتی میگفتی آهنگ توی مدت ویدیو هم کار کردی. بله چطوری پوکیتو چطوری گل داره چطوری ضبط میکردی؟ مثلا پوکیتو سه تا خواننده بودیم که هر کی تو کشور خودش بود، من تو مالیبو کالیفرنیا گرفتم، اون یکیشون تو دبی بود، یکیشون تو موریشس آیلند. خب. این سه تا همه جا بغل مثلا استخ بود و فلان، اینا همه رو با هم دیگه میکس کردیم انگار شد یه دونه. درست. ولی این آخری چطوری گل رو رفتم ترکیه که هم اونو گرفتم هم یه سورپرایز دیگه. خب که با همه گل ترکیه همش نه. من خب چطوری بازی میکنن؟ چطوری گل بازی میکنن؟ اونجا ترکیه است. اونجا ترکیه. ولی خب مدل ایجنسی‌های مدل ایجنسی‌های مختلف، سه تا مدل ایجنسی که بهترینش واس مدل بود که دوست خیلی خوبم اونجا هست، مدل‌ها رو برام کمک کرد که جمع‌آوری کنیم. فکر کنم تقریبا 100 نفر
سر اون ویدیو بودم. این همون آهنگی که خیلی سر صدا کرده و شما کلی هم رکورد میلیون بر رکورد زد توی اینستاگرام 56 میلیون و 500 هزار تا کامنت و تقریبا هم همه اونجا بودن. خدا رو شکر خیلی آهنگ فان و شاد و باحالی بود و فکر کنم اون موضوعی که استقلال و پرسپولیس بود در حقیقت خیلی جذاب ترش کرد برای مردم. چون اگر اینا بازی کنن واقعی بیشتر جذاب این هدف هدف بیشتر بازی بانوان در ایران بود. پیام مثبت داشت در اون نظر. خب خیلی مثبت بوده، خوب بوده. حالا آوتفیتشون رو چجوری بپوشن و اینا به خودشون، شما بازی ها رو شروع کنید. اوکی. عضو یوتیوب تپش شوید تا از تازه ترین ویدیوها، برنامه ها، مصاحبه ها و میوزیک ویدیوها با خبر شوید و به صورت HD تماشاگر آنها باشید. تپش. ترکیه بودم، یه ویدیو دیگه هم با شب خالد گرفتم، اسمش بالاتره. اونم به زودی میاد. اون تقریباً اولین استارت کار اینترنشنال اونجوری هست که تو با خواننده عربی و ترجمه فرانسه، عربی، انگلیسی، فارسی با 4 زبان اون آهنگ. بله بله. بعد تو لغت‌های خودتو داری، فارسی‌ها رو شعر مال توئه؟ بله. مال خالد، مال خودشه، چجوریه؟ بله، آهنگ بالاتره که توی استانبول فیلمبرداری کردم. خالد اومد اونجا. خب شب خالد هم یه جورایی یه لژند و یه اسطوره است برای کشورهای عربی و فرانسوی و خیلی باعث خوشحالی منه که یه آهنگی که تقریبا نزدیک به سبک قدیمی خودم، خیلی هیپ هاپی و خیلی رپی، دارم با ایشون کار میکنم. آهنگسازش هم ترینتی که خیلی آهنگساز موفقه، سلطان رای دیگه، آفرین رای موزیکو اصلا. آره. خالد آورده و خیلی اونجا تو ترکیه هم بودیم، این ویدیو رو ما داشتیم میگرفتیم، هر جا میرفتیم میشناختنش. من یه سوال دارم توی جان، شما به چند زبون بلدین صحبت بکنید؟ من به 12 زبون سوت میزنه. تقریبا از همه زبون ها یه ذره بلدم صحبت کنم. بلد. گیلیم هم خیلی با چون لاتینو، فرانسه، خودت کار میکنید. ما چه بخش فارسیش تو میخونید؟ فارسی و انگلیسی و من همیشه هم خوندم همین نویستم. آره. آها اوکی. بعد خالد با خالد عربی، عربی یکی دو تا هم فکرم تیکه فرانسوی انداخته اون، ولی بیشتر عربیه تو خالد. آره. داره فارسی هم خونده خالد تو. تو به شدت دیگه. آره، یه تیکه میگه بالا، هی بالا میریم، بعد من میگم بالاتر. یه همچین. آره. انگلیسی هم خونده یه جمله، خیلی خیلی جالبه، خیلی خوبه. برنامه آنکات نیستش، ولی خب دوست خیلی، شاید نگی در خارج از کشور اصلا نمیدن که حسین عزیز، حالا حسین تویی میگن، بعد تویی میگن، هر چیزی ایرانی ها حسین میگن، خارجی ها تویی. بعد حسین عزیز رو خب من از فکر کنم 19 سالش بود این طورا میشتسم، ولی از 13 سالگی کار خوانندگی میکرده. بله، گفتن که ایشون از 13 سالگی میخونه و خیلی هم جالبه. تقریبا 12-13 سالم بود که شروع کردم تو خونه با کامپیوتری که خیلی با فشارهای زیاده بر روی خانواده خریدیمش. اون موقع کامپیوتر از این قدیمی‌ها بود که کیس و مثلا خیلی بزرگ بود و خیلی هم گرون. با کامپیوتر شروع کردم آهنگ یه تیک خوندن و ضبط کردن و تقریبا 13-14 سالگی بود که دیگه ویدیو ساختیم. اماره من یه سوال بکنم، خب من 40 سال از ایران دورم، ولی یه سوال، آیا در سن 13-14 سالگی اجازه داشتین رو ایران برین رو استیج بخونین؟ خیر، نه، همش هم دنبال اون بودن که بگیرن. اون موقع مثل الان نبود که رپ یکم راحت تر باشه، اون موقع خیلی ذره‌بین‌ها روش بوده، یکم حساس تر بودن و نه اینجوری نبود. ولی ما یه دونه کنسرت، اولین کنسرت زندگی ما تو تهران بود. در ایران پس کنسرت داشتی؟ ولی غیر قانونی بود. اوکی. یعنی برای اقلیت‌های مذهبی بود و وقتی فهمیدن مثلا ما اونجایی ما برنامه داریم، خیلی هم پر شده بود. تو خانم 2000 نفر. اسمش بود حوزه، بجه حسین. حوزه. اون موقع خیلی چیز به پیگیر ما هر چه می‌رفتیم مشخص. ما مثلا یادم می‌رفتیم بولینگ بازی کنیم یا مثلا پلیس می‌اومد. قشنگ این چیز دو صفر بود. الان دیگه آزاد شده، همه میخونن و همه راحت. آخه تابلو هم ما اومدیم جاده رو خاکی کردیم. ولی سیستم شماها تابلو بودی یه زمانی توی ایران دیگه. همه بچه‌ها و جوونا میشد. آخه کلا 5-6 نفر بودیم، بعد اون 5-6 نفر خیلی تو چش بودن دیگه، هر جا میرفتیم. و خب دیگه مجبور شدم برای ادامه فعالیت حالا
آهنگی حداقل که موسیقی داشته باشم دیگه مهاجرت کردم به دبی، که البته دو سه روز قبلش ترکیه بودم، بعد رفتم دبی که دیگه اونجا دو سه سال موندم و یه ده سال رفتم لندن. اونجا هم کلی شیطونی کردی دبی. آره دیگه دبی خیلی استارت همه چی بود دیگه، با ویزا جور شدم، کلی آهنگ ساختیم، آهنگ کلید و این چیه و من و اینو دیگه با اونجا شروع کردیم، کنسرت ها شروع شد. و خانوادتون همیشه پشتیبانتون بود؟ بله، از لحاظ روحی، اوایلش مالی، همیشه خانواده من پشتیبانم بودن، ولی اینجوری نبوده که اصلا نمیدونم میگن نمیدونم با پول پدرش رسیده و فلان، اصلا اینجوری نبوده، هیچ وقت صفر دلار هم نبوده که با از لحاظ کاری من بخوام از خانوادم بگیرم خرج کارم کنم، اینجوری نبوده. من تکذیب میکنم. خب دارم همه میپرسه بگیرن کجا این خیلی خرج میکنه، مثلا 20,000 دلار میده فقط یه ماشین تنک رزوانی رو ببره روی استیج دالبی تیتر. همه این سوال میکنن. گفتم اینا رو یاد داشتم واسه این روزی که با هم یه دوتایی بگیریم. ولی آیدیا کی بود این مسئله؟ آیدیا خودتون یا کسی بهتون میگه؟ خب تانک رزوانی، خب چون اولا یه پروداکت ایرانی بود و ماشین خودم هم بود، دیگه گفتم یه چیز جالب باشه، چون یه ویدیو ساخته بودم که اینترو کنسرت بود و من توی این ماشین داشتم از تهران میگفتم، از لندن، از دبی، از جایی که زندگی کردم، یه او همونو اینترو نشون دادم، تو ماشین بودم، یه او نگاه دور میکردم، یه او پرده ها باز شد، مثلا ماشین اومد. مثلا یه چیز جالب اینجوری بود و الان خیلی هم باحال شد، خیلی جالب بود برای مردم. ولی خب همیشه تمام هزینه های حالا مثلا چه کنسرت چه ویدیو، من خیلی دنبال جمع کردن پول نبودم، همیشه خیلی هر پولی هم اومده سعی کردم خرج مثلا خود کارم بکنم که کارم کیفیت بیشتری داشته باشه. خیلی اهل این نبودم که مثلا، درست میگی خرج زیاد میکنم ولی جمع زیاد خیلی خرج جمع آره خیلی خرج میکنی، هم تو لباست همه چی من دیدم بارها کلی خرج میکنی و برام هم جالبه. مطمئنم هستم که باز دوباره امسال کریسمس هم از الان برنامه‌ریزی کردی. من مطمئنم اینو کریسمس که با همیم، با هم هستی، ولی تو وگاس. آره ولی واسه اینه که مطمئن هستم که غیر از فراتر از اون چیزی که ما حتی ماها فکرشو بکنیم الان برنامه‌ریزی کردی. آره من همیشه یه سورپرایز، مثلا کنسرت قبلی تو اوسی بودیم، 20 توپ فوتبال رو امضا کردیم برای هم، چطوری گل به مردم دادیم و کارت قرمز و زرد و اینا بود، مثلا چه یادگاری همیشه به عنوان یه سورپرایز. مثلا اندی عزیز رو آوردم روی استیج، لطف کرد اومد، آهنگ نازنین رو با هم دیگه خوندیم. دو هفته قبلش هم من تو کنسرت ایشون بودم تو الی. خیلی آخرین باری که وگاساتی کی بوده؟ همون قبل کرونا کنسرت داشتم. نرفتی پس این هتل رو ندیدی تو هم؟ نه منم ندیدم، میدونی منم ریزورس ورلد تو تا حالا ندیدم. سه تا هتل هم یا دو تا؟ خیلی عظیمه، هتل بسیار عظیمیه. هیلتون جز بشه درست؟ هیلتون یاره یکی از ساختمانهاش ساختمانهای هیلتون هستش. ولی جالبی این داستان اینه که من وقتی که اونجا با ماشین رد میشدم همیشه این عظمت رو میدیدم، ولی خب هنوز باز نشده بود دیگه. نه من اون موقع که رفتم هاوس آف بلوز بودم و رفیقای من اونجا با ام جی ام و یه سری چیزای دیگه کار میکنم، ولی این ساختمان رو خیلی تعریفش شنیدم. آره ببین الان وقتی نگاهش میکنی اصلا یه ساختمان کل دیوار ساختمان رو نگاه میکنی، کل دیوار الیدیه. آره من بی صبرانه منتظرم چهره تو وصلش کنم این الیدی ببینم. هتل که جای خودش بسیار خوبه، هم تو همونه که گل میزدن بازی اونا میان رو استیج هرکی بیاد میبینه. میگم هتل جای خودش علی خیلی خوبه، پرایس خیلی خوبه، ولی مهمتر از همه هنرمندایی هستن که قرار رو استیج باشن، اسپشیالی شما که واقعا همه منتظرم بیا ببینن این بار میخواین چیکار کنین. هستن اونجا همه، مخصوصا اون شب 26 فکر کنم یک شنبه میشه که من و اندی جان و امید عزیز که فکر کنم برنامه خوبی بشه، چون 100% یه کاری میکنیم اون آهنگ نازنینم دو صدایی اجرا کنیم. آره حتما حتما منتظر هستم، همه منتظرم. یه چیز جالب واسه بگم، واقعیت واسه بگم، زمانی که دوستان در امپرور انترتینمنت به من گفتن ما ریزورس ورلد رو داریم، اولش باور نمی‌کردم واقعا میگم، چون میدونستم که خیلی ها سعی کردن بیان این هتل بگیرن و نتونستن بگیرن و تازه ساختم از فرگاسه، تازه جدیدترین هتل لاس فرگاسه مثلا چند ماهه، یعنی آره جدیدترین هتل لاس فرگاسه و
اصلا همین رمانشو قیچی کنم. آره آره با هم دیگه من قیچیشو میگیرم تا رمانش. من گلشو میگیرم شما قیچیشو. آره ولی اولا همه با تو صحبت میکنم این انرژی تو واقعا دوست دارم. غیر از دوربینم همیشه با هم دیگه تو روسیه هم با هم بودیم. آره. با هم تو مسابقه فوتبال هم بودیم و خیلی هم خوش قطر رو که میایی دیگه انشالله یه برنامه هم میذاریم برنامه حتما حتما یه اونجا واقعا بعد اون 11 تا بازیکن رو بیاریم اونجا. آره میدونم خیلی از بچهای بازیکنام توی همین آهنگ تو اومده بودن کامنت گذاشته بودن فوتبالیستای معروفمون. ولی حالا در رابطه با لاس فگاس داشتی صحبت میکردی شما هم اینه واسه بگم که این هست این برنامه ها این هستش که همه سنها در نظر گرفته شدن. بله حالا یه روزی من اینو برگشتم گفتم که گفتم هست یکی از کسانه که خب پشت این قضیه کابار تهران هستش و دوستان ما در کابار تهران مدیریت کابار تهران داره این کار انجام میده زیر چتر امپرور انترتینمنت. این یه هست بزرگی که داره اینه که تو میدونی با کی طرف هستی. بله میدونی با کی داری کار میکنی. برنامه کیفیت خوبی خواهد. 100% چون براشون اهمیت داره. یکسی گفتم اونم همیشه با کسی کار کن با بیزنسی کار کن که اگر مشکلی شد بتونی در بیزنس رو باز کنی بری تو بگی آقا من مشکل دارم. یا بدونی چی بگم برای همین هم خیلی راحته اگر مشکلی شد در باز کنی بیاری تو بگیر آقا ما مشکل یه مخصوصا الان بعد از این اتفاقات اخیر جدن هم همینطور تور ترویزیس خیلی باید حواسون باشه حواسون باشه. من دوست دارم میدونم که با اندی یا آهنگ همون یا آهنگ رو داری. بله یه سورپرایز هم داریم هنوز اندیجون که نهیم یه سورپرایز هم داریم احتمالا حالا بعدا میاد یه سورپرایز جدیده یه سورپرایز جدید چند روز پیش دو سه روز پیش تازه استارت خورده قبلیه که خیلی خوب بود لوگن پال بود توش نه لوگن پال بود سه نفر بودن سوپر ساکو و کوا دامز که بزرگترین کمدین فرانسه است نرو مدیریشونه و لوگن پال هم که دوست خیلی خوبه اومد سر سر اون لوگن خیلی حاشیه آورد تو اون ویدیو چون خب الان خیلی الان خیلی بزرگ شده الان که دیگه تقریبا برابر پارسال پیارسال بود که اومد تو ویدیو لوگن پال که چهرهای بسیار معروف یوتیوب بود که غیر از کار یوتیوب رفت تو کار بوکس. آره با کی داشت با میویدر بزرگترین باکسر با این بزرگترین توی چند سال گذشته بزرگترین درخواست او بود با میبده یا برادرش بود با میبده خودش بود. آره این بزرگترین پیپر ویوی خیلی پولدار چند سال گذشته رو داشتش برای همین الان دیگه نمیدونم میاد بازم استفاده میتونی ازش بکنی یا نه اومده بود خونم اتفاقا اونم دنبال این بود یادن از این تانکای رزونی رو بخره اومده بود خونم ببینه چجوری و اینا بعد اومده بود پیشم نه خیلی با آخر رابطه من و لوگان مثلا بیشتر رفاقتی بود نه اصلا بیزینسی و کاری چون پولی هم که دریافت نکرد اومد تو ویدیو همینطوری اومد چون دوست من بود. حالا تو بگو دادیم هیچ اتفاقا بهتر ندیم که همه جا میخوام که همه رفیق چرا پول بدیم من واقعا دوست ندارم خیلی مثلا رابط های کاری و بالاش پول خرج بشه چون یه چیز دو طرف هستی طبیعتا خب اون طرف داره اینترنشنال بیشتر داره ما هم ایرانی ها رو ریختیم تو پیجشون از که لاس وگاس از بیچارم هستی؟ من سعی میکنم یه روز قبل اگه بشه یه روز قبل حالا دو روز قبل که همه هستن یه بعد باش اگه تونستم حتما آره من یه کاری هم دارم اون تاریخ ها یه فیلم برداری دیگه دارم اگه تونستم بسیارم حتما آره یه ویدیو دارم میسازم اونم در آینده میاد اسمش آیان یو و واسه آلبوم سوپر استار هم چند تا ویدیو داریم میگیریم دیگه اونا هم آماده از کجا اسم سوپر استار آوردی سوپر استار رو جزء کورس آهنگ بود نمیخوام خیلی توضیح بدم قضیهش چیه آره یه چیز باحال نگم بهتره ایرانیا باش خاطره داره برای بعدا جالبه از تانکسگیوینگ بگو از تانکسگیوینگ بگو حالا داشتی شما بفهمید حالا تانکسگیوینگ تو خونه آره داشتیم باحال من کلا از این لحظه به بعد تا سال نو میلادی رو خیلی فضاشو دوست دارم درخت کریسمس هم امروز گذاشته راست میگی از حالا گذاشتم که پیشواز بریم چون خیلی فضای باحالیه من یه چیزی از حسین خوشم میاد این برام جالبه
حسین مراسم مذهبی خودش رو همیشه اجرا کرده. بله. همیشه به این عنوان نگاه کرده که به اونهایی که نیازمند هستن، یا اون حالا نمیدونم ممکنه مادر پدرش براش مثلا نذری کردن. بله. نمیدونم، من خودم جز اونها بودم و واسه من داستان نذریه بوده واسه ما. بله. برای همین شاید نذری کردم داده، این ور سیستم خودش رو داره و این خیلی خوبه. آخه خیلی کاملا متفاوت و جدا، چیز شخصی تو اعتقاداتت. و حالا اصلا به غیر از همه اینا، به نظرم به عنوان یه خیلی روشن فکرانه بخوای بهش نگاه کنی، صحبت کردن و وصل شدن به بالا یه مدیتیشنه که خیلی از انرژی منفی و خیلی از به قول معروف استرس ها و خیلی از حسای بد تو از بین میبره. در نتیجه اون چیز شخصی منه که اصلا خیلی هم دیگه دیدم یه ذره هم داشت حساس میشد، دیگه راجع به صحبت نکردم توی فضای مجازی یا تلویزیون. ولی خب هر کسی هر جوری که به آرامش میرسه فکر کنم خیلی قشنگی که اونو ادامه بده و مدیتیت کنه. حالا یکی میتونه با خدا صحبت کنه، یکی نماز بخونه، یکی دعا میکنه، یکی یه کار دیگه میکنه. و اون قضیه نظری هم واقعا خیلی قشنگی که دیروز اتفاقا صحبتش بود که مثلا چقدر قشنگه که این نظریه رو بتونید مثلا مدیریت کنید واقعا به کسایی که مستحب و واقعا احتیاج دارن. مثلا یه سری خیریه هستن تو ایران الان، مثلا حالا یه گوسفند یا پول یا هر چیزی که بهشون اهدا میکنید میرن دقیقا میدن به مثلا سازمان معلولین یا بهزیستی یا کسایی که واقعا فقیرن، بچه‌های کار. مثلا اونجوری باشه خیلی قشنگ‌تره تا مثلا یه کسی که پول داره و ماشین آخرین سیستم میاد مثلا 10 تا از این میگیره میذاره توی یخچالش. میبینی طبیعتا حالا اگه یکی آدم بخواد یه خانواده فقط مزه‌ش و اون فاز برکتش رو میگن چیز بکنه، خیلی فرق داره. اگه اونم بخواد اون کارو کنه خب خودش میتونه کلی کمک بکنه. ببینید مثلا در رابطه با روز شکرگزاری امروز میخوام صحبت کنیم، اونم این هستش که ماها این مذهب نداره، به مذهبی ربط نداره، به این ازش که ما همه خدا رو شکر میکنیم و شکرگزار هستیم. بله. که زنده این میتونیم نفس بکشیم، میتونیم در این روزها به هر صورت زیبایی ها رو ببینیم در دنیا. و امیدوارم هستم همه ماها در این یک ماهه آینده به هر کسی که فکر میکنیم، به هر کسی که باور داریم کمک کنیم. حالا سازمانیه، گروهیه. این دلیل این روز شکرگزاری به خاطر این هست در آمریکا و کسایی که احتیاج کسایی دارد. که احتیاج دور و بر آدم‌ها هستن کسایی که اجازه به سازمان نمی‌دن. مملکت خودمون بله. 100% و واقعا چیزیه که به نظرم هر روز باید روز شکرگزاری باشه، به خاطر اینکه چیزی که واقعا کسی نمیدونه در مورد زندگی شخصی من خودم هر روز صبح از خواب پا میشم اولین چیز به قول شما خدا رو شکر می‌کنم اصلا زنده‌ام. بله. فرصت اینو دارم که دوباره زندگی رو تجربه کنم و حالا چیزایی که خدا داده که واقعا هر روز آدم باید ببینه قدرش رو بدونه، چه حالا یه سقف رو سرته، چه دوستای خوب و خانواده خوبی داری، یا موقعیت کاری که داری. به نظرم هر روز باید قدردان این باشه و هر چقدر بیشتر قدرش رو بدونی و شکرگزاری کنی به نظرم بیشتر میاد. و اگه چیز قدیمی میگفتن از این دست بدی از اون دست میگیری، واقعا چیزیه که تو این دنیا هست، یعنی همونقدر که بدی 10 برابرش برمیگرده. و خیلی نکته قشنگی، ان شاء الله براتون همیشه اتفاق بیفته. شما هم بی صبرانه منتظر برنامه هستید در لاس وگاس آقای پرویز بزمی پور عزیز. دوست گرم، شما هیچ وقت همکاری داشتید با آقای توهی؟ بنده سعادت شما افتخار نداشتید. ولی به زودی صحبتش که ان شاء الله. آره خب امشب هم همونطوری گفتیم در قبل برنامه هم با سیتی بند هستیم به رهبری پرویز بزمی پور عزیز. بله استاد شد در دانشگاه تدریس میکنه و همه افواه و کارش هم همیشه هم سر شلوغه. به هر صورت امروز ما تونستیم گیرش بیاریم. بله. پرویز خان ما آماده ایم، شما هم آماده هستید، بریم به بخش بعدی. مرسی هستم. مرسی. 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 مرسی.